شب و روزتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و ما رو با هر وسیله‌ای که تماشا می‌کنید، با یک ویدیوی دیگر از هویج با شما هستیم. مایکل جکسون از 5 سالگی وارد صنعت موسیقی شد و به مدت 45 سال فعالیت کرد. او در دوران فعالیتش 10 آلبوم استودیویی منتشر کرد که 5 تای آنها پرفروش‌ترین آلبوم‌های جهان هستند. همچنین آلبوم تریلر او که در سال 1982 منتشر شد با فروش بیش از 110 میلیون نسخه در جهان پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان شد. در ادامه با هویج همراه باشید تا در مورد مایکل جکسون بیشتر بدانیم. مسلمان شدن مایکل جکسون. شایعه مسلمان شدن مایکل جکسون در سالهای بعد از دادگاه مردم در برابر جکسون سال 2005 به وجود آمد. جکسون پس از تبرئه از تمام اتهامات کودک‌آزاری مدتی خود را پنهان کرد و از دید عموم فاصله گرفت. او که در این مدت به همراه فرزندانش در خانه‌ای در کشور ایرلند ساکن بود، برای برخی کارهای تجاری به کشور مسلمان بحرین مسافرت می‌کرد. او که قصد داشت مردم بحرین را نشناسند، با لباس زنان عربی به مراکز عمومی شهر رفت و آمد می‌کرد که خود همین پوشش مبدل باعث به وجود آمدن جنجال‌ها و شایعات دیگری شد. رفت آمد زیاد مایکل به کشوری که 80% مردم آن مسلمان بودند و همچنین پوشیدن لباس‌های سنتی عربی مردانه و زنانه که برای فاش نشدن هویتش در عموم از آن استفاده می‌کرد، شروعی بود برای ایجاد شایعاتی جدید. مهمترین این شایعات شایعه مسلمان شدن مایکل جکسون بود، اما شایعه اصلی در سال 2008 و اولین بار توسط روزنامه سان انگلستان که به یکی از روزنامه‌های شایعه پرداز معروف است بیان شد. این روزنامه مدعی بود که از طرف منبعی آگاه و معتبر با خبر شده که مایکل جکسون به اسلام گرویده است. مایکل جکسون خواننده 50 ساله در خانه دوستش در لس آنجلس به دین اسلام گرویده و نام میکائیل را برای خود برگزیده است. او در حالی که لباس سنتی اسلامی بر تن کرده بود، طی مراسمی در حضور یک روحانی اعتقادش به قرآن و اسلام را اعلام کرد. شایعه مسلمان شدن مایکل جکسون هیچگاه از طرف خودش تایید یا رد نشد، اما پس از مرگ ناگهانی و مشکوک مایکل جکسون، برادر او جرمین جکسون که از سال 1989 مسلمان شده بود اعلام کرد اگرچه او هرگز مسلمان نشد اما به اسلام اعتماد داشت، اگر او به اسلام می‌گرایید امروز زنده بود. مایکل جکسون در طول عمر خود بسیار مطالعه می‌کرد. او کتابخانه ای عظیم را در خانه‌اش ساخته بود و به گفته نزدیکانش اکثر کتاب‌ها را خوانده بود. زمانی که جرمین جکسون برای مراسم حج به مکه رفت، برای مایکل کتاب‌های بسیاری را در رابطه با اسلام آورد و مایکل با خواندن آن کتاب‌ها به اسلام اطمینان پیدا کرد. اما با مرگ مایکل جکسون این شایعات دوباره شدت گرفت، تا جایی که در برخی منابع گفته شده که مایکل جکسون را به شیوه اسلامی دفن می‌کنند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. زنده بودن مایکل جکسون. در 25 آگوست 2009 و درست 2 ماه بعد از مرگ مایکل جکسون و چند روز قبل از مراسم دفن او، شبکه آرتیل اعلام کرد که از یک منبع ناشناس با خبر شدند که مایکل جکسون زنده است. این شبکه ویدیویی را در سایت یوتیوب منتشر کرد که در آن فردی با ظاهر مایکل جکسون توسط یک نفر همراه از اتومبیل وانت استیشن پزشکی قانونی در یک پارکینگ خارج می شوند. در همان روز 880 هزار نفر این ویدیو را تماشا کردند. فردای آن روز شبکه آرتیل این ویدیو را از سایت پاک کرد و در طی خبری فوری اعلام کرد که این خبر و ویدیوی مربوط به آن در واقع آزمونی بوده برای سنجش میزان زودباوری کاربران اینترنت. اما آن ویدیوی دروغین کپی شد و به تیتر اخبار جهان و وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی تبدیل شد. به گفته خود شبکه آرتیل، هدف از ساخت و انتشار این ویدیو آزمون این مسئله بوده که اطلاعات نادرست و دسیسه چینی ها تا چه حد می تواند ذهن مخاطبان را با موفقیت هدف قرار دهد. سخنگوی این شبکه گفت متاسفانه اکثر مردم گول خوردند. ما می خواستیم نشان دهیم که چگونه کاربران می توانند به سادگی هرچه تمامتر مورد بهره برداری ویدیوهای قلابی قرار بگیرند. بنابر این ویدیویی ساختیم که مایکل جکسون را زنده نشان میداد. اگرچه اکنون همه می‌دانند که وی از دنیا رفته است، اما واکنش مردم به این ویدیو نفس ما را بند آورد.
اگرچه این شایعه کذب بود، اما سایت‌های اینترنتی ضمن اعلام نکردن کذب بودن این خبر، شروع به اعلام خبرها و تصاویر دیگری از احتمال زنده بودن مایکل جکسون کردند. تصاویری از مراسم دفن مایکل جکسون پخش شد که زنی را نشان می‌داد که شباهتی به مایکل جکسون داشت و نظاره‌گر مراسم بود. اگرچه این عکس‌ها ساختگی بود، اما باز هم جنجال برانگیز شد. ممنون که تا انتها با هویج همراه بودید. نظراتتون رو در قسمت کامنت قرار بدید و بگید چه موضوعاتی رو بیشتر دوست دارید. هویج هواتون رو داره.